سلام دوستان، به کانال مدیا تیوی خوش اومدید. امروز میخوام در مورد یکی از محبوب ترین و با استعداد ترین بازیگران ترکیه، برنسا صحبت کنم و خبرهای جنجالی اخیرش رو با شما به اشتراک بگذارم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برنسا در هفته اسفند 1362 در آنکاره ترکیه به دنیا اومده. او در یک خانواده تحصیل کرده بزرگ شد و از همان کودکی علاقه اش به بازیگری را نشون داد. برن در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرد، اما عشق واقعیش به بازیگری بود. اولین موفقیت بزرگ او با سریال عشق ممنوع در سال 2008 به دست اومد. این سریال محبوبیت زیادی پیدا کرد و برن رو به یکی از چهره های شناخته شده در ترکیه و حتی در سطح بین المللی تبدیل کرد. برنسا در پروژه‌های متعددی بازی کرده که هر کدام از اونها موفقیت بزرگی کسب کردن. از جمله از این سریال ها گناه فاطمه‌گل چه بود و سده باشکو یا همون سریال حریم سلطان میشه نام برد. از جدیدترین پروژه‌های برن فیلم آخرین تماس برای استانبول هست که برن بعد از سالها با همبازی خود کوانش تاتو در سریال عشق ممنوع کنار هم اومدن. این فیلم عاشقانه که در استانبول و نیویورک فیلم برداری شده، داستان دو نفر رو روایت میکنه که در فرودگاه با هم ملاقات میکنن و شبی پر از هیجان و وسوسه تجربه میکنن. برنسا در سال 2014 با کنان دوغلو، یکی از محبوب ترین خوانندگان ترکیه، ازدواج کرد. زندگی شخصی او همواره مورد توجه رسانه ها و طرفدارانش بوده. به تازگی برنسا در حالی که در بودروم تعطیلاتش رو میگذرون با یک جنجال مواجه شد. یه خبرنگار از او فیلم گرفت و در پس زمینه صدای ناپسندی شنیده می شد که یکی از افراد می گفت من این برن رو می خورم. Evet. Sus lan. این اظهار نظر واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و بسیاری اون رو محکوم کردن. شبکه‌ای که این ویدیو رو منتشر کرد در توضیحات خود گفت این جمله توسط خبرنگار یک کانال دیگه گفته شده و در این مورد بررسی‌های داخلی آغاز شده. همچنین خبرنگار این شبکه اعلام کرد که این جمله رو اون نگفته و ویدیوی منتشر شده این موضوع رو به وضوح نشون میده. او اعلام کرده که قصد داره اقدام قانونی انجام بده. در این میان کنان دوغلو، همسر برنسا، اظهار نظری در مورد این جنجال نکرده. با این حال اونها به تازگی در بودروم دیده شدن که کنان دوغلو در ساحل به طور غیر منتظره شروع به آواز خوندن کرد و برنسا نیز با او همراهی کرد و رقصید. برای واکنش های دیگر بازیگران و خوانندگان به جنجال برنسا در بودروم، چندی نفر از شخصیت های معروف واکنش های مختلفی نشون دادن. به عنوان مثال برخی از هنرمندان از برنسا حمایت کردند و انتقادهای شدیدی بر رفتار نامناسب خبرنگار داشتند. یکی از این افراد خواننده و بازیگر معروف ترک ازجان دنیز بود که اظهار داشت این نوع رفتارهای بی‌ادبانه باید به شدت محکوم بشه و نباید اجازه بدیم که فضای هنری ما با چنین رفتارهایی آلوده بشه. همچنین حادثه خواننده معروف ترکیه به شدت نسبت به این جنجال واکنش نشون داد. او در شبکه‌های اجتماعی خود اظهار داشت که این رفتار خبرنگار نوعی تجاوز به حریم خصوصی و تجاوز به حقوق زنان است. حادثه در پست خود گفت که این نمونه ای از آزار و اذیت زنان و تجاوز به حریم خصوصیه و من مجبور نیستم به این فکرهای ناپسند پاسخ بدم. هر موقع پرسیدی چرا حادثه با خبرنگار صحبت نمی‌کنه، به این ویدیو فکر کنید. از دیگر هنرمندان هم از برنسا حمایت کردن و نوشتن که برن یک هنرمند با استعداد و محترمه و حرمتش باید حفظ بشه و این نوع برخوردهای ناشایست باید به پایان برسه. دوستان عزیزم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خوشحال میشم نظراتتون رو با من در میان بذارید و اگه هنوز عضو کانال من نشدید، حتما یادتون نره دکمه مشترک شدن رو فشار بدید.